این ماکارونی توی خوشمزگی رقیب نداره. بزرگ و کوچیک عاشقشن. راز خوشمزگیش توی این ویدیو بهت گفتم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام خدمت دوستای خوب مهربونم. حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوام با هم دیگه ماکارونی خوشمزه درست کنیم. ببین ما هم دیگه مواد لازم رو بگیم. خب مواد لازم ماکارونی از هر مدل ماکارونی که دوست دارین میتونین استفاده کنین. 200 گرم گوشت چرخ کرده، 2 تا پیاز، 3 قاشق غذاخوری رب گوجه، یه مقدار فلفل دلمه و ادویه‌ای که من استفاده می‌کنم داخل ماکارونی، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، پودر آویشن و یه مقدار پودر سیره. اگه پودر سیرم نداشتی میتونی از خود سیر استفاده کنیم. روغن که داغ شد پیازایی که نگینی خرد کردیم و اضافه میکنیم. به نظرم پیاز ماکارونی هر چقدر بیشتر باشه خوشمزه تره. خب میذاریم پیازا یه مقدار سبک بشن. خب پیازه که یه مقدار نرم شدن گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم. خب این گوشت چرخ کرده آروم آروم اصلا بازش کنیم که حسابی سرخ بشن. شکر که اضافه کردیم یه مقدار سرخ شد. حالا نوبت اضافه کردن فلفل دلمه است. فلفل دلمه عطر خوبی به ماکارونیتون میده و خوشمزش میکنه. یه مقدار فلفل دلمه رو شهر کردنم با هم دیگه تفت میدم. حالا ادویه رو اضافه میکنم. این ادویه هم قشنگ تفت میدم حسابی سرخ بشن. ماکارونی یکی از غذای مورد علاقه منه، واقعا خوشمزه است. همین الانش این عطر فلفل دلمه اون گوشت چرخ کرده پیچیده عالی شده. حالا 3 تا قاشق ربی هم که داشتم اضافه میکنم. این رب هم حسابی باید سرخ کنین که خامی رب از بین بره و رنگ خوبی به ماکارونی شما بده. حسابی این رب هم تفت میزم. اضافه کردم من همیشه توی مواد ماکارونی یه مقدار آب لیمو می‌ریزم که خوشمزه میشه. امتحان کنیم بچه ها حتما. زیرش من دیگه اینجا کم میکنم، درشو میبندم دیگه. حسابی این رو به رنگ باز کن و مزه کاملا به خورده هم بره. زیرشو کم میکنم، درشم میبندم، یه 10 دقیقه همینطوری بمونه. خب اینم از مواد ماکارونی ما که دیگه آماده شده. فقط شما رنگو ببینین، عالی شده مزش. این دیگه الان دیگه با این کاری نداریم و میذاریم کنار. مواد که آماده شد من اینجا یه مقدارم آب ریختم داخل قابلمه به جوش بیاد تا بقیه مراحل رو با هم دیگه ببینیم. خب اینجا دیگه آب به جوش اومده. حالا توی آب در حال جوش من 2 قاشق نمک میریزم، 2 تا قاشق مربا خوری و یه مقدار زردچوبه که ماکارونی شما رو خوش رنگ میکنه. من نصف قاشق مربا خوری کافیه. یه مقدارم روغن میریزم در حال آب جوش. این باعث میشه روغنه باعث میشه که ماکارونیاتون به هم دیگه نچسبه. حالا دیگه ماکارونی ها رو اضافه میکنیم. شما میتونید از هر مدل ماکارونی که دوست دارین استفاده کنین. من یه مقدارم از این ماکارونی سبزیجات میریزم.
اجازه میدم 10 دقیقه بمونه بجوشه، نرم بشه یه مقدار، بعد آب کشش میکنم. خب اینجا ماکارونی ما دیگه داره نرم میشه، به خاطر روغنی هم که ریختم باعث میشه این ماکارونی ها به هم دیگه نچسبن. ماکارونی ما بعد 10 دقیقه دیگه آماده است، میریم واسه آب کشی کردن. دقیقه ماکارونی رو آب کش میکنم. موقعی که آب کش میکنیم حتما آب سرد و ماکارونی هاتون بریزیم که بازم به هم دیگه نچسبن. یه مقدار آب سرد میگیریم روش. این دیگه آماده است، میذاریم یه مقدار آبش بره. حالا من ته قابلمه یه مقدار روغن ریختم، روغن که داغ شد من نون میذارم واسه تهش. حالا یه مقدار ماکارونی که آب کش کردیم، شما میتونی واسه تهش از سیب زمینی یا هر چیزی استفاده کنی، حتی میتونی کاهو هم بذارین ته، ولی اصلش با نون لواش و سیب زمینیه. حالا یه مقدار از این مواد، دوباره ماکارونی، توی لابلا ادامه بدین تا موادتون تموم بشه. دوباره یه مقدار از این سس، و بقیه ماکارونی. بقیه مواد هم میریزم. خب من اینجا دیگه یه شعله پخشون گذاشتم، یه مقدار سیرش رو زیاد میکنم که این شعله پخشون گرم بشه. حالا دیگه یه دمکنی هم میذارم، زیرش رو کم میکنم دیگه، اجازه میدم نیم ساعت 40 دقیقه تا این ماکارونی حسابی دم بکشه. بعد 40 دقیقه ماکارونی ما دیگه آماده شده. ببینین چه رنگی داره فقط. به به. به به، عجب ماکارونی شده. حالا شما رنگو ببینین، عالی شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، کنار خانواده درست کنین و لذت ببرین. دوستای خوبم ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین، نظرتون رو بهم بگین. اینم از تعطیل خوشمزش، فقط شما رنگ رو ببینین، عالی شده. اینم از ماکارونی خوشمزه ما، امیدوارم دوست داشته باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.